این که ویدیو رو ببینید خب ما مفتخریم که باقر العلوم بالاترین شخصیت تاریخ است منظور امام محمد باقره آخه این باقر العلوم کتاباش کو ما در این دانشگاه ها ندیدیم ترجمه های باقرالعلوم رو اجازه بده یه تحقیق کوچولویی که در مورد لاوازیه کردم رو باتون با به اشتراک بذارم. لاوازیه یه زمین شناس، گیاه شناس و زیست شناسی بوده که برای اندازه گیری هایی که در شیمی انجام میشه سیستم متریک تعیین کرده. هیدروژن و اکسیژن رو اونام گذاری کرد. قبل از اینکه سیلیکون کشف بشه پیش بینی کرد که یه عنصری به نام سیلیکون باید وجود داشته باشه ضمن اینکه متوجه شد موادی که موجودات مختلف از طریق اونها تغذیه میکنن در بدن موجودات مختلف سوخته میشه به همون شکلی که چوب میسوزه و ازش دیوکسید اکسید کربن و چیزای دیگه حاصل میشه لاوازیه بود که فهمید عناصر میتونن با الگوهای مختلف در کنار همدیگه قرار بگیرن و این الگوهای مختلف اونهاست که باعث میشه که مواد مختلف به وجود بیاد مثلا اون الگویی که کربن ها در کنار هم قرار میگیرند گیرن تعیین کننده اینه که ما در نهایت الماس خواهیم داشت یا خاکستر لاوازی اولین کتاب علم شیمی در جهان رو نوشت و اونچه که ما امروز به عنوان قانون بقای جرم و انرژی میشناسیم یه زمانی با عنوان قانون بقای جرم شناخته میشد و اسم دیگهش قانون لاوازیه بود. حالا اجازه بدید یکم در مورد جابر ابن حیان. صحبت کنیم این اطلاعات رو من از سایت ویکی فقه براتون میگم جابر ابن حیان آثاری در کیمیا مذهب فلسفه طب ریاضیات نجوم و موسیقی داره و بعضیا میگن صوفی هم بوده یه عده میگن ایشون شاگرد امام جعفر صادق بوده و یه عده دیگه میگن نه اینطوری نبوده بر اساس سایت ویکی فقه دقیقا معلوم نیست که آثاری که به ایشون نسبت دادن متعلق به ایشون هست یا نیست چون بعضی از محققی نظرشون اینه که آثار جابر ابن حیان کپی یا ترجمه آثار یه سری از فیلسوفان یونانیه مثل ارستو یا جالینوس مثلا ایشون در آثارشون گفتن که عناصر اصلی جهان گرمی و تری و سردی و خشکی هستند. تصورشون هم این بوده که اگه به یه فلز سرد و خشک گرمی و تری اضافه کنند اون فلز طلا میشه هدف رساله هایی که ایشون نوشتن غالبا تهیه اکسیر اعظم بوده یعنی در پی این بوده که سرب و فلزات ارزون قیمت رو به طلا و نقره تبدیل کنه ایشون در کتاب البیان گفتن که زمان افشای اسرار نزدیکه منظورشون از افشای اسرار هم ظهور امام زمان بوده حالا در کتاب تحلیلی از آرای جابر که توسط آستان قدس رضوی به چاپ رسیده یه بخشی هست به نام جابر میان علم و خرافه که در اون یه خاطره ای از جابر ابن حیان بیان شده این داستان نشون دهنده یه عمق دیدگاه غیر علمیه جابر ابن حیانه اسم این داستان هست پزشک دریا میگویند جانوری در دریا زندگی میکند که پیشانی آن از سنگی زرد است اگر این جانور که به شکل انسان است سید و کشته شود و از سنگ پیشانی آن به اندازه یک قیرات گرفته و بر ماهی به وزن ده رتل انداخته شود آن را تبدیل به خورشید میکند یعنی یه سنگی هست روی سر یه جانوری که اگر اون رو بردارید پرت کنید به ماه یه ماهی که وزنش اینقدره که این میگه اون ماه تبدیل به خورشید میشه. این جانور را پزشک دریا میخوانند. زیرا اگر موجود زنده ای بیمار شود و سنگ پیشانی این جانور را دو یا سه بار بر موضع بیمار بمالیم، بیمار عرق میکند و دردم بهبود پیدا میکند. میگویند اگر پزشک دریا شکار شود، در جستجوی وسیله ای برای بازگشت به دریا برمیآید. گروهی از دریانوردان دانشمند را دیدم گروهی از دریانوردان دانشمند را دیدم و از آنها درباره این جانور سوال کردم. متوجه شدم که موضوع آن مشهورتر از آن است که من گمان می کردم. چون به دریا رفتیم به جزیره رسیدیم که آن را سندیات می خاندند. ناگاه گروهی از پزشکان دریا را مشاهده کردیم تور انداختیم و آنها را محاصره کردیم یکی از آنها به تور افتاد چون راه فرار را بر روی خود بسته دید شروع کرد همچون زنان به شدت بر چهره خود زدن در این هنگام پیشانیش آشکار شد و سنگ درخشانی را بر آن دیدیم وقتی آن را گرفتم مشاهده کردم که دختری است در نهایت زیبایی پس اتاقی در کشتی برایش ساختم و او را در آن جای دادم یکی از افراد کشتی دچار تشنج شد پزشک دریا را از اتاقش بیرون آوردم و بر دستها و پاهای فرد بیمار کشاندم دردم بهبود یافت جوانی که همراه هم بود او را دید و دلباختهاش شد و پیوسته در عشق او اصرار میورزی تا آنجا که ترسیدم هلاک شود ناچار آن جوان را با پزشک دریا در آن اتاق جای دادم با هم ازدواج کردند و آن جانور حامله شد و فرزندی به دنیا آورد که شبیه انسان بود چون کودک بزرگ شد و علاقه شدید مادر را به او مشاهده کردم مطمئن شدم که خود را به آب نخواهد انداخت لذا او را آزاد گذاشتم اونم از اتاق بیرون می آمد و دوباره به آن باز میگشت. دیوارهای کشتی بلند بود و او سعی نمی کرد که از آن بالا برود. همچنان با ما اونس گرفته بود و از جایی به جای دیگر بالا و پایین می رفت. اما وقتی که مطمئن شد که ما به او اعتماد کردیم از دیوار کشتی بالا رفت و خود را در آب انداخت. آن جوان یعنی شوهر اون جونوره شروع به ناله و گریه کرد. به راه خود ادامه دادیم در بین راه با گرفتاری بزرگی دچار شدیم که راه خلاصی از آن نداشتیم نگاه پزشک دریا را دیدیم که بر روی آب نشسته و با اشاره سلام میگوید همگی با اشاره به او سلام گفتند پزشک دریا به آنها به چیزی اشاره کرد جوانان لنگر را انداختند اما لنگرها در آب قرار نمی گرفت تا آنکه بالاخره سه لنگر قرار گرفت ناگاه دریا متلاطم شد ماهی را دیدم که دهانش را باز کرده بود و آب وارد آن میشد آنچنان که پنداشتیم فک بالای او کوه بزرگی است در میان دریا که از اول تا آخر آن را فرا گرفته است وقتی آن را دیدیم یقین کردیم که اگر دهانش را ببندد همگی ما در لابلای دندانهای آن جای خواهیم گرفت اما خداوند ما را حفظ کرد سپس کودک رها شد و خود را به سرعت در آب انداخت اما چون فردای آن روز بر ما آشکار شد دیدیم که پیشانیش به سنگ تبدیل شده است در این مدت سه پزشک دریایی سید کردم سنگ پیشانی یکی از آنها را گرفتم و رهایش کردم به رنگ آن نگاه کردم و در قدرت آفریدگار بزرگ به اندیشه فرو رفتم که چگونه این عضو حیوان را درست کرده است کاری که انجام آن از توان همه مردم حتی اگر همگی همدست شوند خارج است پس آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان نیست خدایی جز تو پاک و برتری از آنچه که اهل باطل میگویند اینها بخشی از کتاب تحلیلی از آرای جابر ابن حیان بود که خدمت شما خوندم از روایت هایی که از ایشون نقل میشه حالا شما هستید که باید انتخاب کنید که پدر علم شیمی کیه